الزبا وغد خوندم براش و نوشتم خوندم یادمش رو حفظم و ده روزم مونده بود کنکور با سمانه تا روز کنکور براش تست زدم اینا خوندم عربی ادبی یا همه شون او که بچه های نامینا به این دلیل میتونه خوب باشه که به نظر من پدر و مادرشون اول بتونن مستقل بارشون بیارن اگه بچه هم دوست میداری واقعا باید بچه پای خود چیز کنی اگه مادر منه بره همون پابدار بذاره خود بله بره چیزی نایی تر نیست همونطور که ما بهش کمک کردیم ولی استعداد خودش و تلاش خودش خیلی بیشتر باورش کردم قبولش کردم وقتی که پنگ بودش بود که متوجه شده مشکل رو ببینه به چشم ترحم به این بچه هم نگاه نکنم تا این استعداد هایی که دارن بیاری خود اعتبار افتادش رو کوفا بشه به اعتماد به نفسشون بالا ببرن اینا از طرف پدرشون بود که روحیه پیدا کردن با این شرایط کنار اومدن ولی من خودم نمیتونستم اول کنار بیام با شرایط اینا با من الان این روحیه که من دارم میتونم با همه ارسالات برقرار کنم و شرایط هم اسمش محدودیت نمیذارم شرایط هم مانعی برام درست نکنم من مدیون پدرم هستم و اگر بخوام از مادرم بگم فقط باید این رو بهتون بگم مادر من برام دوتا چشم نداشته خدا همیشه حواسش به همه بنده هاش هست حتی اگر یک نفر مشکلات این مدلی هم داشته باشه قابلیت و توانایی موفقیت توی کنکور رو داره پس ناامیدی آخرین چراغیه که باید تو زندگی واسه یه آدم خاموش بشه واقعا از تک تک شما عزیزا و درجه یکا انتظار دارم این بچه ها رو دیدید قدمی بردارید و کاری بکنید که سال آینده یک از سلامتیت بابت داشتنش از خدای خودت شکر بکنی و ببینی این بچه ها تونستن به موفقیت برسن پس تو هم این قابلیت رو داری قدر داشته هات و قدر نعمت هایی که خدا در وجودت قرار داده رو بدون که میشه موفق شد این بچه ها همه انسانی بودن و اگر دقت میکردی کسی که تو انسان رتبه دو رقمی و تک رقمی و سه رقمی به دست میاره باید تو عمومی ها درصدهای بالای 70-80 کسب بکنه پس تو عمومی ما هم میتونیم به جایگاه بزرگ برسیم تازه این بچه ها سر کنکور منشی دارن یعنی منشی سوال براشون میخونه و اینها گزینه رو انتخاب میکنن یکی از این بچه ها در شهریار شاگرد من بود و این زحمت رو کشید و به رویا و اهدافش رسید که امیدوارم این اتفاق برای شما هم اتفاق بیفته چت رو لطفا ببند وقتی خدای ما انقدر بزرگه که به اون بندش با اندکی نقص عضو این جایگاه رو میده و این عزت رو میده هرچی دلتون میخواد توی کانال های تلگرامی توی اینستاگرام توی دایرکت بچه هایی که کامنت میذارن بنویسید هیچ اتفاق نمیافته عزت اعتبار و آبرو فقط دست خودشه یه مسئله یه بچه ها سوالت من باز دوباره اینو میگم که دل شاگردهای خودمون گرم بشه یه سوال شما میرید یه از میخوای سوغاتی بخری چی میخری؟
حاج خلیفه رهبر، درست ادمین؟ شما میری اصفهان گز میخوای بخری، چی میخری؟ گز کرمانی. شما میری تبریز، باز کنیم سوغاتیاشونو بچه ها بگن، بذار سوغاتیاشونو بچه ها بگن. آقا شما شهرتون چیش معروفه؟ کدوم برندش معروفه؟ حالا مثلا من این دوتا رو میدونستم که ایشالله پسته میخوای بخری، میری پسته رفسنجون یا دامغان رو میخری، درسته بچه ها؟ شما هر که علی گودرز رو نمیدونستم، عسل جمشیدی، سنندج توت فرنگی، خوزستان پیاز من نشنم، گز کرمانی.